سلام به رفیقای بهزاد در یوتیوب. سلام به دوستای بهزاد. سلام به بچهای بهزاد. سلام بر وکس یوتیوب. سلام به چنل. سلام به بچهای چنل یوتیوب بهزاد. بزیلی. من هم البته یه ذره صدام گرفته. بریم می بک. سلام به دوستای نه خب آقا من میخوام سلام به دوستای یوتیوب بهزاد. سلام گفتم از اول. بریم. خب سلام به بروبکس یوتیوب. اینجا یاسیبیو داریم. سلام. خیلیاتون نمیشناسینش. یاسیبی از دوستای قدیمی منه. امروز اومده که ازمون سوال بپرسه. منم بازی کنیم. چه بازی؟ بازی این یا اونو قرار با هم دیگه بازی کنیم. سوالات چند سوال یا باحاله؟ سوال باحالی ان خودم نوشتمشون. جالبه. سخت یا آسون؟ میکسن. از تو اینستاگرام پیدا کردی؟ از تو اینستاگرام هم پیدا کردم. خب برو ببینیم چجوری. بریم. برو. شروع کنیم؟ بریم. اوکی. سوال اول، پیکان یا پراید؟ پیکان گنگ‌تره 100 درصد پیکان. منم اصلا پراید دوست دارم. منم بودم پیکان انتخاب. پیکان چه رنگی؟ قرمز. تو که صد صورتی با این لباس. اگه باشه که صورتشو برمی‌دارم. این بده. برو ببین. خب سوال دوم. البته من میدونم جوابشو، اما کروی یا اسکینی؟ دختره کروی اسکینی 100 درصد اسکینی. قد بلند اسکینی. کروی نه، حتی یکم کروی هم حال میده ولی اسکینی تو دست بیاد. تو پسر بودی چی؟ من اگه پسر بودم قد بلند و اسکینی 100 درصد هم سلیقه این بس. آره اینه. تیپ شیک یا تیپ گنگ؟ برای خودم؟ آره. شاید بچه تر بودم یکم گنگ تر، ولی الان 100 درصد شیک تر. اما گنگ هم دوست داری؟ الان تیپم چجوریه؟ تیپت گنگ بیشتر. خوبه. راضی هستی؟ من دوست دارم. برای دختر چی؟ تیپ گنگ تیپ برای دختر خیلی دوست دارم دختره مثلا اینا باشه که استریت وير بپوشه، مثلا کانورس بپوشه و این جینای دیدی پاچه گشاده چی میگم اونا؟ نمیدونم اصلا پاچه گشاده. نه به انگلیسی اسمی داره. وایت لگ. آی دونت نو. واقعا نمیدونم احتمالاً. آره. از اونا دوست دارم. اگه دختری هست که از این تیپا داره لطفاً دی ام بزنه به من و بگه واقعا سلیقه خودشه. اوکی. پیشرو من میبینم واسه سوالا رو اونجا. پیشرو دیست کنه یا تتلو دیست کنه؟ پیشرو دیستم کنه. پیشرو دیست کنه. اوکی. دوست داری حالا یه دروغ شیرین بشنوی یا یه واقعیت تلخو؟ واقعیت تلخو. برای اینکه دیگه سری میشنوی دیگه اونجا باید باش دیل کنی، ولی اگه هی بالاخره دروغه رو بشنوی هی بالاخره یه جا گندش درمیاد واقعیت رو سری بفهمی به نظرم بهتر. دقیقا. تو چی؟ منم دوست دارم دروغ شیرین. البته خب واقعیت تلخ یه ذره آسون تره، اما دروغ شیرین رو ترجیح میدم. خب من دروغ بگم. گیتار یا پیانو؟ گیتار. دوست داری سردار آزمونو یا اون دروازه بانه؟ بزنم بهش میگم امیر آبدزاده. سردار آزمونو میشه بسنم امیر آبدزاده؟ خب با سردار آزمون یه زمانی خیلی صمیم بودم، ولی امیر آبدزاده چون قدیمی تره، چون از قصد قبل اینکه جفتمون یه جوری خیلی معروف شیم ما هم دوست بودیم، برای همین امیر آبدزاده رو دلی بیشتر دوست دارم. البته سردار هم دوست خوبم، ولی خب با امیر آبدزاده صمیم تر. من کسا فوتبالیستان نمیشناسم، اصلا نمیدونم امیر آبدزاده چه شکلیه، اما سردار آزمون رو یه بار تو روسیه دیدم. امیر آبدزاده خوشم گرفت. دخترها فنشن سنگین. مطمئنم ببینی این بعد. خب بهزاد قدیم یا بهزاد جدید؟ 100 درصد بهزاد جدید. چرا؟ من بهزاد قدیمم دوست دارم. آره ولی این یکم آپگرید شده. iOS جدید رو اینه دیگه. iOS آپدیت. اوکی. پادکست یا ولاگ؟ فکر کن جفتش خیلی فانه، ولی پادکست چون یکم آدم خالی میشه بیشتر پادکست دوست دارم. اوکی. اولد سکول یا نیو سکول؟ نیو سکول. چرا؟ دارم نگاه میکنم. خب نگاه نکنم اگه فوزش. چرا؟ آره. برای اینکه خب نیو سکول چیز سره، اولد سکول یکم آسون تره، مخصوصا مثلا رپ اولد سکول یه مقداری دیگه خیلی آسون شده مثلا خوندنش، ولی نیو سکول یکم چالش داره، برای همین نیو سکول رو بیشتر دوست دارم. اوکی. قهوه بگیری دستت سوال نه راحته. خب دوباره نگاش میدم. خب قهوه یا چای؟ قهوه. منم اینطور. من میگم قهوه، چای هم بعضی موقع میچسبه.
چای حال میدم. صدام داره میره. کرونا گرفته باشی؟ نه کرونا تازه داشتم. بچه اگه مردم بدونی تقصیره. دو ماه پیش کرونا داشتم نمیگیرم. چطور بود؟ خیلی آسون بود. واکسن زده بودم خیلی نرمال بود. صدام میره؟ دور حرف میزنه؟ نه بعد میره. اوکی. بفرد آهنگ... نگه آهنگ رو نگاه نکن. آهنگ رو سوال رو نگاه نکن. این بده ماما سیتا یا اومدم تو شهر؟ 100% اومدم تو شهر. چرا؟ چون که بالتره. ماما سیتا بیشتر دوست دارم، غیری تره، بامزه تره. البته اومدم تو شهرم گنگه. گنگ تر. گنگ. آره. خب دریک یا تراویس؟ دریک. تو چی؟ تراویس. این بده کوله تراویس. دریک کول نیست؟ دریک هم کوله اما خب تراویس کول تره. خب باش. قبوله. فیت با حسین یا فیت با هیچ کس؟ سوال سختیه. فیت با حسین یا فیت با هیچ کس؟ فکر کنم فیت با حسین. با حسین؟ آره. اوکی. خیلی بهش فکر کردی. برگر یا پیتزا؟ برگر. 100% برگر. بزرگ عاشق برگر. فکر کنم این سوالو یه بار دیگه هم جواب داده بودم. ببخشید اگه تکراری بود. این بله. رفیق بازی یا کار؟ خب من خیلی از رفیقامو تو کار پیدا کردم. برای همین نمیدونم. یعنی تو رپ پیدا کردم. برای همین اگه خب رپ نبود رفیقام مثلش نبودن دیگه. ولی کار بر من خیلی مهمه. رفیق بازی با کار. آره دقیقاً. دقیقاً. او دوست داری تاریخ مرگتو بدونی یا اینکه چه جوری میمیری؟ عجب سواله. فلسفه‌ایه. تاریخ مرگم بدونم یا چجوری بکنم این که مگه تاریخ مرگتو بدونی خب روز میشه نه همش داری روز شماری میکنی شاید یه زندگی خیلی خوبی هم بکنی بخواهی که میگی وای میمیرم مثلا 500 روز دیگه و اگه مثلا بدونی چجوری میمیری همیشه سعی میکنی اون کارم نکنی نزدیکاش به نظرم این که چجوری میمیرم و دوست دارم بدونم اما من دوست داشتم تاریخشو بدونم آخه تاریخشو بدونی دیگه خیلی لوس میشه مثلا اگه فکر کنم مثلا میگفتن آقا واقعا یه سال دیگه میمیری حداقل زندگی کامل میکنی نه من دوست ندارم بدونم یه سال دیگه میمیرم مثلا دوست دارم مثلا طول بکشه این چی طول بکشه یعنی دوست دارم ندونم چی قراره بشه دوست دارم یکم همه چی رندوم تر باشه اینجوری که بدونم مثلا یه سال دیگه میمیرم مثلا 50 سال دیگه میمیرم و اگه بدونم چه جوری میمیرم خب نمیدونم کی میمیرم دیگه دوست ندارم بدونم کی میمیرم اوکی اگه یه مرگ رندوم باشه چی مثلا از مریضی نباشه که بفهمی مریض شو سکته خب نه اصلا رندوم اصلا پچ شد بمیری آره ولی اصلا دوست ندارم که بدونم که قرار بمیرم یعنی یه جوری باشه که مثلا آره فقط ندارم که قرار بمیرم اوکی باش بهرام رادان یا ممرزا گلزار 100% ممرزا گلزار ممرزا گلزار رو خیلی دوست دارم آخه چون قبل از اینکه مثلا من رپرم بشم میشناختم یعنی دوستای مامانم اینا بود بعد بودن بعد خیلی دوستشون داشتم همیشه بعد به نظرم سوپر استارن چون هم بازیگرن هم موزیسینن هم مجریان بعد خیلی آدم خونگرم و خیلی آدم باحال بعد کلی چیز ازشون یاد گرفتم یعنی ما یه بار رفته بودیم دبی مال من و ممرزا گلزار بودیم با مثلا چند تا دوستای ممرزا گلزار جوری که برخورد کرد با طرفداراش مثلا اومدن باش عکس گرفتن و اینا خیلی مؤدبانه خیلی با مثلا قشنگ خیلی وقت گذاشت قشنگ 10 دقیقه وایساد عکس گرفت مؤدب مثلا همون موقع به خودم گفتم که مثلا یه کسی با این مثلا همه شهرت و اینا اینقدر مثلا چقدر خیلی یاد گرفتم ازشون بعد کلا دوست دارم البته خودت هم اینجوریه این کارو میکنی یعنی آره من دیدم ولی با خب هم بودیم آره خواستم ولی... باید عکس بگیرن و قشنگ وقت میذاری صحبت میکنی آره ولی خب مثلا ممرزا گلزار خیلی مثلا خیلی حال کردم جوری که اصلا بعد مثلا همیشه مثلا والی مثلا ما توی دبی والیبال هم بازی میکردیم بعد هر کی که میومد سر زمین ممرزا گلزار خودش نفر اول با اون طرف سلام علیک میکرد یعنی اینجوری نبود که وایسه طرف بیا جلو وایسه سلام علیک بکنه فهمیدی خیلی حال کردم که اینقدر خونگرمه اینقدر مردم داره میدونی چون ممکنه که یکی که مثلا حالا یه آدم معروف رو ببینه بترسه بره جلو سلام کنه ولی وقتی که خود آدم سلام میکنه همه چی حتی اگه آدم از طرف بعدش بیاد این مثلا من یکی از من 100% من هیترم دارم دیگه مثلا میاد مثلا من فوتبال حال نمیکنه من خودم همیشه میرم خودم منم از مرز گذار یاد گرفتم که میرم جلو سلام علیک میکنم خیلی باحال من خیلی آره کاراکتریستیک خوبی داشته باشی
خب او یه هفته هر روز ورزش کنی یا اینکه یه هفته هر روز پارتی کنی؟ یه هفته هر روز ورزش کنی. تو یه هفته هر روز پارتی کنی؟ نه یه هفته هر روز پارتی کنی. یاسیبی اینجوری نبوده؟ من یاسیبی انقدر مثلا دو سه سال پیش ورزشکار بود و مثلا هنوزم ورزش میکنه. نه و هنوز ورزش میکنه ولی الان فومو میزنه، مثلا یه هفته که ویکند نمیره بیرون دیوونه میشه، یعنی حاضر خودکشی کنه ولی پارتی رو اتند کنه. همینجا از یاسیبی توی کامنت ها بخواین که عوض بشه. فومو هم واقعیه، فومو ایرسه واقعیه. فومو میزنی تو؟ من فومو میزنم، چون اگه نرم بیرون مثلا ببینم به شما چقدر داره خوش میذاره فومو میزنم. ولی اینجوری نبودی؟ دو سه ساله یکم فومو میزنی؟ همیشه همیشه میزدی؟ همیشه فومو رو میزنم. این بده. خب گفتم که آها این سوال خوبیه. میگم که اینستاگرامت بسته بشه یا اینکه کلن همه آهنگای از تو رادیو جوان پاک بشه؟ آخه داستان اینجاست که ما 100% اینستاگرام بسته بشه، چون آهنگان که به من اون باز آهنگا که باز شدن که اینستاگرام من اونقدر رشد بکنه، بالاخره اون هنر منه که مونده، بر همین اون هنر مهمتره. الان چند تا فالوور داری؟ تقریبا از یه 3 میلیون. 3 میلیون؟ به زودی میشیم 3 میلیون. یعنی هیچی نداشتی؟ یادت اون قوله رو به تو داده بودم؟ همونو میخواه. بذار اولش من بگم. بهزاد تازه شروع کرده بود به آهنگ خوندن، بعد اون موقع تو فیسبوک فن بود به جای لایک، پیجایی که میگه اصلا اینستاگرام نبود. خب بعد یه روز نشسته بودیم با هم تو رستوران، گفتم که بهزاد اگه پیجت 100,000 تا فن بگیره یه کاری باید بکنیم. چیکار قرار بود بکنیم؟ قرار بود بریم از سکای دایف تو دبی از هواپیما بپریم پایین، ما این چت نجات اوپن. 3 میلیون فالوور داری و ما هنوز، یعنی انقدر فکر می‌کردم قرار نبود این اتفاق بیفته. نمی‌دونستم اتفاق میفته. تو همیشه من بیلیو داشتی. یس. آره. پس بریم بپریم ها؟ نه دیگه. از ارتفاع می‌ترسی؟ الان ولی واقعا اگه 10 میلیون شدیم تو اینستاگرام من قول میدم که با هم بریم بپریم. آره از ارتفاع می‌ترسم. ببین نه که بترسم، ولی مثلا یکی که میره در بالکن وای میسه. باحال شل میشه؟ نه مثلا دوست دارم بریم سر مثلا میگم آقا بیا این ور. مثلا پدی می‌خوام مثلا پدی بره وایس میگم پدی بیا. به حال من اون موقع حاضر بودم بیام بپریم. الان که ذره عاقل‌تر شدم خودم حاضر نیستم واقعا بیام بپریم. الان فقط پارتی تو. 10 الان بخوایم بریم بپریم یا سیوی زنگ میزنه میگه بهزاد امشب نمیتونم چون که دارم مثلا میرم. میرم پارتی. میرم پارتی واقعا نمیتونم. باشه بیا. من که نمیاد. چند بار من میگم باشه میام، میام بعد نمیاد. یا مثلا بذار بهت خبر میدم. هیچ وقت خبر نمیده. شاید طرفداری من بتونن تو رو عوض کنم. بچه تو کامنت لطفاً به یاسیبی بگین که نه فهمید چقدر آدم بدی. همین الان کامنت بزنین بگین که آقا پارتیو بی خیال شو یکم با بزیلای هنگ اوت کن. دوست قدیمیته. برو بریم. میشه بریم سال بعدی؟ برو. اوکی. تمام پولی که تو 5 سال اخیر درآوردی از دست بدی یا تمام خاطراتی که تو 5 سال اخیر از دست دادی از ذهنت پاک بشه. 100% پولا رو از دست بدم. آفرین. چه سر خوبی. چون این خاطره خودش همه پول سازه در آینده، جدی میگم. تمام این تمرینایی که حالا کردم واسه کارم یا این مثلا رابطه‌ای که به وجود اومده، این دوستایی که پیدا کردم، همشون چیزه. یه سالش اوکی ام فکر کنم. کدومشو؟ یه سالش خیلی خوش نگذشت. نه شوخی میکنم. یعنی مثلا دیگه چی مثلا از خاطراتت آهنگ میسازی؟ نه دیگه مثلا فکر کن تو این 5 سال من خیلی خوب آهنگ نوشتم دیگه، همه تمرین کردم، خب تمام تمرینا باعث میشه که آهنگ بعدی من بهتر بشه. مثلا اینکه تو مثلا بری جیم 5 سال، خب همون جیم رفتن اون ماسل مموری ته که حالا چیز میشه که بعدا تو هیکلت بهتر میشه دیگه. ولی فکر کن پاک کنی، حالا پول که دوباره در میاد. پول نهار و شام داشته باشم حالا. پول نهار و شام داشته باشه. اینم دستگاهم باشه. طاله برای کسی آهنگ نوشتی؟ اوف. برای من طاله آهنگ نوشتی؟ برای تو نه. منو دیس نکردی طاله. آهنگ پلنگ و الکی دیدی؟ نه برای چیزیش بگین. تو کامنت ها. بچا این برای تو سخنرانی خیلی نوشته بودم. پلنگ که اومده بودی تو چقدر خوش میگذشت؟ خیلی آخه اون موقع پلنگا بیشتر بودن. خیلی خوش میگذشت. الان تهران پلنگ زیاده؟ کم و بیش. یکم پلنگا آپگرید کردن. یه ذره آره شیک شدن. بچا اگه من کرونا گرفتم یا سیبی. نه به خدا گرم چیز شد. بذار آب بخورم. خب برعکس یه کات بدیم یا سیبی بره یا آب بخوره برگردیم. بای. خب برگشتیم با یاسی. یاسی بی این یا اون، ببینیم که در ادامه چی داره برامون. اوکی. سوال شخصی.
الان سینگل یا تو ریلیشنشیپی؟ سینگل زیاد. همه دوست دارم بدونن. خیلی سینگل، سینگل ترینه. بس میگم من میدونم سینگله واقعا. کلا آدم ریلیشنشیپی یا سینگلی؟ ببینم. تنها بشی. نمیدونم. یه مثلا هم ریلیشنشیپو خیلی دوست دارم، هم تنها. یه ریلیشنشیپی دوست دارم که مثلا یه کم سپیس داشته باشم که به تنهایی خودم برسم. این که مثلا 100% هی زبا ذره بین یکی روم باشه خودت دیوونم میکنه. ولی از یه ور دیگه هم دوست دارم با یکی یه چیزی رو بیلاب کنم و بسازم و هی مثلا خاطره درست کنیم و برنامه بچینیم و اینا. این که مثلا همش هم سینگل باشم یه جوری چیز میشه. ولی من اصلا نتونستم اینو تو این همه سال اصلا بفهمم که کدومی، چون وقتی که مثلا سینگلی واقعا سینگلی، وقتی هم که تو ریلیشنشیپی خیلی آدمه ریلیشنشیپی، یعنی اونم خیلی دوست داری، بخدم این ذره فهمیدنش سخته. خودم هم نفهمیدم حتی از این یا اون رفتیم سوال جواب، ولی باحاله. اوکی بریم. نه اوکی دست کول دست کول. ولی نه نه اما خب اینم سوالش نمشت. سوال بعدی. آها اوکی. دوست داری که دوست داری که البته هیچکی دوست نداره کور بشی یا کر بشی؟ دوست داری که کور بشی یا کر بشی؟ ترجمه میدی کور بشی یا کر؟ خب کور باشم یا کر؟ آخه این سوال سختی. یه لحظه وایسا. بینایی که نابینایی که خیلی سخته. آخه کر باشم موزیسین. آره کر نمیتونی بشی. بذار چشامو من میتونم رپ بخونم ولی چشام کور بشم. کور بشی خدا نکنه. چون میتونم رپ بخونم دیگه، چون اگه نتونم رپ بخونم و اینا دیوونه میشم. آره کور بشم خدا نکنه. اوکی همیشه اوکی همیشه به چراغ قرمز بخوری تو خیابون یا همیشه اینترنتت آروم باشه؟ وای به چراغ قرمز بخورم. اینترنت آروم اینترنت بدترینه. سوال باحالی. آره اینو تو ترک کردی آقای کارگردان؟ گفتم آره اما آقای کارگردان. آقای کارگردان کردیتو من بگیرم. اوکی $25,000 برنده بشی یا بهترین دوستت $100,000 برنده بشه؟ تو آخه $100,000 خیلی فرقی تو زندگی نمی کنه. چرا؟ همش عشق می کنه. تو $100,000 یا سی بی ببین تو فقط تو پارتی تو یه روز. نه پارتی نه، من الان می دونم دوتا برکین می خری هرمس. این $30,000ش $20,000ش رو میدی به سامو امیرعلی اینا براشون جایزه برای برادرش اینا کادو اینا می خره. $5,000 میده به من مثلا نمو دستگاه موزیک بخرم. Sure. نه خودم در بیارم. نه بعد میخرم. یه آیتم باحال بعد میخرم. خودم. یا سی بی ولش. $20,000 خود چی نامردی؟ 25 تا بود. 25 تا. 25 تا خودم. اوکی. کنسرت اوکی کنسرت داشته باشی فقط 5 نفر بیان یا اینکه تو یه کنسرت 200,000 نفر 2000 نفرید یه سوتی بدی بدی. وا تو کنسرت 2000 نفر یه سوتی بدی بدم. چون میدم هر سری این بده. کنسرت هم که داری بزنی میای؟ بله حالا تموم شد؟ آره آقای کارگردان کم پوشید کم پرسیده بود اینا اشکال نداره. ولی سوالم تموم شد. آره حرفی داری برای فنای من یا خیلی حرفی نداری؟ چی بگم؟ این بده. بچه ها خلاص بگم شما با یاسی بگه حرفی داریم این پایین کامنت بذاری من جواب میدم. چی رو فراموش نکنن؟ سابسکرایب دیگه چی؟ لایک. خب اینو اگه بگی اون $25,000 رو میدم به تو. میدی اگه ببر چکشو میذارم تو اینستاگرام. ولی یه چیزی رو یاد رفت. سابسکرایب کنین و لایک کنین و نوتیفیکیشناشو آن کنین و این بود. ولی چی میگم؟ اون زنگوله میگم. زنگوله رو یادتون نره. روشن کنین. روشن کنین. مرسی آسی آسی بی. بای. مرسی آقای کارگردان. بای. بعد خوشحال شدم اول شما میکنیم. چطوری آسی بی؟ خوبم تو چطوری؟ والله خوب. اوکی. من شروع کنم. بله من شروع کنم. بله انرژی. عادی انگار داریم ما حرف می‌زنیم. چطور بود پدی؟